شماری از کسبکاران و ساکنان هرات از قطعی برق در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند که کارهایشان بیشتر وابسته با برق بوده و قطعی برق سبب شده تا به کارهایشان رسیدگی کردن نتوانند. کدام رضایت ما از برق که خدمات برشنام ارائه میکنن نداریم. ما به خاطر ازی که ساعت 11 بجه برق میره تو ساعت 3 ما به دکان برق نداریم، هرچی هم که کار میایه بازم ما از کار همه مونه و کدام رضایت نداریم ما. در فصل زمستان مشکلات که به حساب گرما و سرما خانه ها میشه، اینا یک گوشه در دکان هزاران کار دارن، پرابلم دارن، اونا هم کنسل میشه تا زمانی که برق قطع وصل میشه. از هم مهمتر که من به همین هفته دو تا کیس های خیلی بدی دیدم به شفاخانه ها. خیلی کسا به همون انگامی که این برق قطع وصل میشه در حال مرگ میر قرار میگیرن. حتی من چند روز پیش یکی از دکترهای دندان رفتم، عصب او خانم رو باز کرده بود، برق رفت، او خانم تا صبح مشکلات داشت، درد داشت، به خاطر از این کار کرده نتونستن. در کنار این، شماری از ساکنان هرات از عدم نظارت کارمندان شرکت برق در هرات سخن میگویند. به گفته ای آنان، چالش های فنی در بیشتر صندوق های برقی در شهر وجود دارد، اما هیچ نوع رسیدگی از سوی کارمندان شرکت برق تا کنون برای برطرف ساختن این چالش ها صورت نگرفته است. حتی نمیایم همین جیمبکسار چک نمیکنم، فیوز تمیزنه خود ما میریم، یعنی اگه به 10 ساعت هم ما نریم کسی اور بالا نمیکنه، خود ما میریم اور بالا میکنیم، برق میایه باز خب برق خیلیه به روی فشار باز تمیفته، اصلا چک نمیکنم. برقا ما بیشترین کرایه و بیشترین مالیه را از امید اکنام استونم، ایچی اصلا رسیدگی نمیکنم. ساکنان هرات از مسئولان شرکت برق میخواند تا چالش قطعی برق در این ولایت را مرفوع سازند. ما از برشنه همینقدر میخواهیم که برق بر ما 24 ساعته فراهم کنه، به خاطر ازی که زمستان هم هسته و سردی هوا هم هسته، دیگه باید این برق مشکل را کنم، به خاطر ازی که پول زیادی از این برق میگیرن از دکوندارا و از تمام میخوانه هایی که زندگی میکنن، باید این برق رو نبتونن که درست و صحیح به مردم ارائه بدن. در همین حال رئیس شرکت برق هرات امروز در یک نشست خبری گفته است که نظر به کمبودی ظرفیت برق در تناسب به مصرف آن، توزیع برق در این ولایت نوبتی شده است. رئیس برق هرات میگوید برای جلوگیری از حرق شدن وسایل برقی، برق به صورت نوبتی در اوقاتی که تقاضا برای استفاده از آن زیاد می شود در شهر توزیع می شود. پلانا روی دست است که یکی به خاطر رفع پرچوی ها تدابیری که با سبسیشن گرفتیم، ظرفیت سبسیشن باید بالا بره و لاین 220 باید تکمیل شد، پرچوی های شهر هرات رفع می شود. و پرچوی در ما در اوقات پیک زیاد داریم، در موقعی که هوا زیاد سرد باشه پرچوی ها را داریم. ما به خاطر جلوگیری از سوختن و از عریق شدن تجهیزات پرچوی را تطبیق میکنیم. رئیس شرکت برق هرات در حاشیه نشست با اشاره به ترانسفارمر 125 MVA گفته است که کار برای به بهره برداری آن جریان دارد. به گفته ی رئیس شرکت برق هرات، کار انتقال لین 220 کیلووولت تا کنون 22 کیلومتر تکمیل شده است. مکمل خطی که باید تا قسمت از طرف ترکمنستان تکمیل است تا قسمت مرز، کار داخل خاک ترکمنستان او تکمیل است. از بندر تورغندی الا سبستشن نور جهاد که در مجموع 102 کیلومتر است، همین فاصله از 102 کیلومتر 22 کیلومتر از تکمیل است. متباقی از این کندنکاری جای پایا صورت گرفته، لاینش انتقال شده و با آمدن پایا که قراردادی پایا هم از همین کمپانی داخلی است، در این شرک صنعتی تولید داره، انشالله که در حدود 40 تا 50 پایم تولید کرده فعلا، عملا تولید جریان داره دیگه. با آمدن این پایم ما دیگه به این پروژه کنم موانعی نیست. رئیس شرکت برق در هرات میگوید با برنامه هایی که از سوی این اداره برای تقویت برق در این ولایت در نظر گرفته شده که با تطبیق آنها نه تنها این که زمستان آینده مشکلات قطعی برق را در این ولایت شاید نخواهیم بود، بلکه برق 10 سال آینده هرات نیز تامین خواهد شد.